در امی سرزمینی که امروز هزارستان و غردستان و, و سرزمین های اصلی هزاره ها هست زرتشت به دنیا می آیا و آینش را در امین جا پای می و اشار و گفته های زرتشت در کتاب اوستا نکاس یافته دوستانی که در این راستا می تحقیقات بیشتر بکنه <Workersintendent> کتاب اویستا را یک بار مطالعه بکنه و می فهمه که هزاره ها در کجا بوده و زرتوش در بین هزاره ها به دنیا می آیه و در بین هزاره ها می زسته و در بین هزارها فعالیت خود را می کنه و اشعار می سرایه و کلمات ناب می که برای بعضی از مردمان او زمان من حیث پیامبر شناخته شده می. ای بیانگری از این هست که هزارها در پیش از یک هزار سال قبل از میلاد یعنی سه هزار سال پیش از امروز در سرزمینی فعلی هزارستان و قسمت های زیادی از افغانستان را زندگی می و تحت قلمروی هزارها و دایهای هزاره بود البته اسم هزاره بالای هزاره ها در قرن هفتم و ششم میلادی بالایشان گذاشته شده که چرا مسئله بودا را ما مطرح کرده همین رقم که میگه که بودا از تیره شاکیا ایل ساکا بود امروز هم یکی از قبایل بزرگ هزاره ها ساکایی ها هستند که ای بر میگرده به اونمو 500 سال قبل از میلاد که بودا بنیانگذاری بودیزم در دنیا از امی ال بوده و از امی قبیله و تیره و قوم بوده که امروز یکی از قبیله های بزرگ مردم هزاره را امی ساکایی ها تشکیل میده که در بهسود و در بغلان و تخار و پروان و اینجا ای ساکایها ها زندگی میکنه اینی بیانگری از, از این هست که این هزارها ها با 500 سال قبل مخصوصا ساکایها ها با بامیان که زیستگاه و وطنی اصلی هزارها بوده و مرکزی تمدن مرکز فرهنگی مذهبی و دینی آین بودایی تبدیل میشه که بعد از وفات بودا و افزوده شدن پیروان بودا و همچنان قدرت گرفتن پیروان بودا یکی از مراکز اصلی دینی مذهبی فرهنگی و تجاری آین بودا بامیان بود که تندیس بودا را شما دیدین که تندیس بودای بامیان که سلسال و مامه است. هست شهمامه نمادی از زن است. شهمامه در سال 507 میلادی و سلسال در سال 554 میلادی ساخته شده بنابراین وقتی تندیس بودا را ما به دقت تاریخ شما مطالعه می کنیم این هم بیانگری از است که هزاره ها در او دوران ساکنان اصلی سرزمین بوده و پیروان آینی بودا بوده و مرکزیت آینی بودا در بامیان اینها هم همه ایشان ثابت می سازه که هزاره ها مالکان و صاحبانی اصلی از سرزمین است. همین رقم که لوگر امو تندیس که از لوگر پیدا شده تندیس که از غزنی پیدا شده تندیس که از غور و از دیگه جاها پیدا شده هم از بادغیس و بدخشان و تخار همه ایشان اینا وصل میشه به امو دورانی آین بودایی آین زردشتی که نشان میته که دیمی سرزمین از لوگر و منگرها رو بدخشان و تخار و هیرات و غزنه همه ایشان هزارها زندگی می کرده و پیروانی آین بودا بودن بومی ترین و اصلی ترین ساکنان سرزمین افغانستان امروزی هزارها بود آقای الجایتو امپراتور یا فرمانداری ایران و افغانستان امروز تصمیم میگیره که دینی رسمی حکومت خود را مذهب تشیور اختیار و فرمان میته برای تمامی رعیتی سرزمین خود که به مذهب تشیور روی بیاره که هزارها که یکی از قبیله های بزرگ هزارها امروز هم الخانیان است که در بامیان و غور و اینجا زندگی میکنه اینا به دین مذهب تشایوگی رویده میشه و شیعه میشه این شیعه شودن هزارها که یک تعداد زیادشان تقریبا دو سه هزارها امروزی پیروان مذهب شیعه هست این توسط ایران نه توسط شمشیر اسلام نه توسط هیچ چیز دیگه مسلمان نشده توسط فرمانی سلطان ال سلطانی ال خانی ال جایتو مسلمان میشه و ال جایتو هم نام خود را تغییر میده به سلطان محمد خدابنده اینی هم از ای است که در قرن دوازده آخر قرن دوازده و اوائل قرن سیزده که امی سلطان محمد خدامنده یا جای تو یه الخانی سیزده سال حکومت میکنه و در دوران سیزده سالش مذهبی تشیع در سرزمین های افغانستان و بخش از ایران گسترش پیدا میکنه این اکثریت هزاره ها چی هزاره های اسنا شری باشه و چی هزاره های اسماعیلی باشه در امو دوران مذهب شیعه اختیار میکنه بحث امروز ما راجع به جغرافیا و سرحدات هزارستان قبل از افغانستان و افغانستان امروزی است. در او دوران سرزمین هزارستان از غرب به مشهد وصل می شده این قسمت های زیادی از مشهد امروزی هم هزارها زندگی می که امروز به نام خاوری ها و بربری ها معروف شده و از شرق هم به کابل و لغمان وصل می شدن. از شمال با در... به دریای آمو در قسمت بلخ و همچنان در قسمت فاریاب و میمنه و جوزجان با برادرای ازبک و ترکمن هم سرحد بود و از قسمت جنوبم به قندهار و هلمند و خوست و پکتیا و پکتیا وصف، پکتیکا وصل این سرزمین های وسیع تحت قلم روی هزارها بود اما بعد از سقوط و بعد از فوت نادر افشار در ویشلی خان هزاره احمد شای دورانی و یک تعداد از بزرگان این سرزمین می خواهد یک کشور مستقل را تشکیل بده که در اما دوران کشور مستقل اینی نقشه را که شما میبینین ای هزارستان بوده که از شمال شرق به قندوز و تخار بدخشان از شمال به بلخ از جنوبم به قندهار و از شرقم به کابل وصل میشده اینی سرزمین تحت قلم روی هزارها بوده این بزرگان هزاره اینجا حکم فرما بوده که نماینده امی هزاره ها در ویش علی خان هزاره و دو نفر دیگه هم بوده در مشورای نو نفری که در بحث تاریخی بحث کردیم یک افغانستان را تشکیل میده که افغانستان امروزی است گرچه او وقت افغانستان وسیع تر بوده او طرف خد دیورند هم شامل شد. اینا یک کشور را تشکیل میده که نیست هر زمین هزارستان بود با قدرت گرفتن احمد شاه دورانی و وسعت قلمرو احمد شاه دورانی در طرف شرق و جنوب باعث میشه که فرزندان احمد شاه دورانی مخصوصا تیمورشاه با درویش خان هزاره درگیر شد یک بار درگیر و جنجال با درگیری و جنجال بین از ایجاد ایجاد میشه و درویش خان هزاره با سایر خوانین هزاره میخواه که کشور هزارستان را جدا بکنه اما با پادرمیانی یک از وزرای احمد شای دورانی که هم با تیمور با تیمور و هم چنان با احمد شای عبدالی و درویش علی خان هزاره رابطه خوب داشته این جنجال غایله ختم میشه و افغانستان به وضعیت امروز خود باقی میمان اما با فوت احمد شای عبدالی تیمور شا که سرزمین های برادرای پشتون را بیشتر بسازد گرچند این غصب سرزمین ها از دوران خود احمد شاه شروع میشه که قسمت های از و هلمند و زابل را در او دوران غصب میکنند. اما تیمرشا این بیشتر میسازه و در ویشالی خان هزاره را به شهادت میرسه وقتی در ویشالی خان هزاره به شهادت میرسه سرزمین هزارستان و مردم هزارستان و خوانین و بزرگان هزاره پارچه پارچه میشه و رهبری واحد از میان برداشته میشه هر کدامشان در غور و بامیان و بغلان و دایکندی و روزگان و گوشه گوشه هزارستان حکومت داشته یا اما به شکل خوانین اداره میکرده و بزرگان هزاره در شمال با تفاهم با سایر اقوام ترکتبار مثل ازبک و ترکمن و تاجیک و در جنوب هم بعضا در تفاهم با پشتون ها در دوران امیر دوست محمد خان میری از دانبخش بهسودی یک بار دیگر قیام میکنه استاد میشه میخواد که هزارستان را متحد بسازه که پس دوباره قسمت های اعظمی از هزارستان را متحد میسازه که از غرب هیرات از شمال به بلخ از شمال شرق به کندوز از شرقم به کابل و از جنوبم به اروزگان و قندهار منتهی می شده این سرزمین ها را به یک شکل متحد می و خود مختاری اعلام میکنه اما امیر دوست محمد میری از آن را گرفتار میکنه و به شهادت می و تعداد از فرمندهان و دوستان و برادر شعباس و خوانین دایزنگی و دایکندی را همه را یا به شهادت می یا زندانی میسازه و غصب سرزمین ها، ظلم ها، زندان ساختن ها بیشتر می تا به دوره عبدالرحمن در دوره عبدالرحمن باز هم قوانین هزاره میخواسته که اما سرزمین های خود را داشته باشه اما عبدالرحمن با روی کردی ایجاد یک حکومتی متمرکز و انحصاری اقوام دیگه غیر هزاره را هم سرکوب میکنه و هزاره ها را هم شروع به سرکوبی و ظلم میکنه که میرزیم بگو وقت استاد میشه و متحد میسازه می اما در مقابل عبدالرحمن به حمایت انگلیس و فتواها و اینایش زیاد مقاومت نمیتانه و عبدالرحمن موفق میشه که هزاره ها را جبهات هزاره را به شکست مواجه بسازه قوانین هزاره را گرفتار میکنه و یک تعدادشان هم تطمیع میکنه که بالاخره 62 فیصد نفوس هزاره ها در دوران عبدالرحمن یا به شهادت میرسه یا زندان میشه یا برده گرفته میشه و یا هم افغانستان را ترک میکنه و در امی زمان که 62 فیصد از مردم هزاره نابود میشه تقریبا 50 فیصد از خاک هزارستان را به زور غصب میکنه که دای چوپان و دای فولاد و اموزاول سابقه و اروزگان و هلمند و بخشای زیاد از قندهار و خیلی از مناطقی جنوب و جنوب شرقی که هزارها زندگی میکرده اینا را از دستره سه هزارها خارج بکنه و غصب بکنه. و این غصب کردن ادامه داشته تا به امروزه و امیز ظلم هم تا به امروزه ادامه داره بنابراین دمی چهارده ولایتی که ذکر شد بغلان و بامیان و دایکندی و غور و غزنی و وردک و سریپولو، سمنگانو، بادغیسو، بلخو، هراتو، روزگانو، کابلو، پروان در چارده ولایت هزارها اکثریت نفوس را تشکیل میده وقتی نفوس بر تناسب اقوام تقسیم میشه اما در بیست ولایت دیگر هم از پنج فیصد الا سی فیصد نفوسی اینمزی ولایات را در بعضی ولایات 5 فیصد 6 فیصد تا 25 فیصد تا 30 فیصد هم میرسه که هزاره ها حضور دارند مثلا در قندوز هزاره ها حضوری خوب دارند در تخار، در بدخشان، در پنشیر، در قندهار، در هلمن در اینجا هزارها ها نفوس قابل ملاحظه دارن در مجموع کل نفوس افغانستان را که جمع بکنیم و ما تحقیق را کردیم و معلومات را که جمع کردیم بیشتر از سی فیصد کل نفوس افغانستان را در همی حالت فعلی هم هزارها تشکیل می داده. که در تاریخ آمده که در دوران عبدالرحمن شست و فیصد کل نفوس افغانستان را تشکیل میداده که از او شست فیصدش این از کل مجموع 62 فیصد هزاره ها قتل عام میشه مطابق از اون محاسبه حالا باید هزارها ها بیشتر از 30 فیصد نفوس کل افغانستان تشکیل بده گرچند در محاسبات بون و امثال از اونا هزارها ها 20 فیصد و 25 فیصد ذکر شده اما تحقیقات را که ما انجام دادیم هزاره ها فعلا هم بیشتر از سی فیصد کل نفوس افغانستان را تشکیل میده و بیشتر از سی فیصد خاک افغانستان هم هنوز مربوطی هزاره ها هستند. اینه یک تعداد زیاد مردم هزاره در تذکریشان تاجیک نوشته است. در این حاله که اگر هزاره ها واقعا اون هزاره های سنی و ایماقها در تذکری خود هزاره می نویسند یا ایماق ایماق نوشته کنه و هزاره سنی و اسماعیلی هزاره بنویسه بنان بیشتر از سی و فیصد سی و, و فیصد اینمی بعد از عبدالرحمن رحمان نمی عصر حاضرم هزاره ها در افغانستان هست و پشتون قوم اول تا هزاره قوم دوم و, و هزاره سنی ایماق قزلباش ساداد پانگری گجر اینا اگر در تسکریشان هویت خودشان نوشته شود باز ما شاید از لحاظ نفوس برادرای عزیز تاجک ما نور چشم ماست اما از لحاظ نفوس امکان داره اینا در جایگاه چهارم و پنجم قرار از لحاظ تمدنی همه نشانگری از است که هزارها بومی ترین مردم افغانستان بود. بسم الله الرحمن الرحیم به نام و یاد خداوند و درود و سلام خدمت شما عزیزان و سروران گرامی بحث امروز و ویدیوی امروزی راجع به نفوس هزاره افغانستان است در سی و چار ولایت کشور در سی و چار ولایت افغانستان بیشتر از سی و فیصد نفوس افغانستان را هزارها تشکیل میده شاید سوال برای خیلی دوستا خلق شود که چطور شما اینقدر زیاد میگید؟ این عدد غیر احسایه ها ۱۵ و ۲۰ بیست و ۲۵ بیست و از ۲۵ فیصد هیچ کسی بالا نگفته. شما چطور بیشتر از ۳۰ فیصد بیان میکنین. من بر شما ثابت میسازم. گرچن هزارها قبل از قرن ۱۹، این قبل از ظلمه ها و جوره ها و قتلی هام عبدالرحمن قوم اول در افغانستان بوده. اما بعد از اینکه عبدالرحمن بیشتر از نصف مردم هزاره را نابود میسازه و قتل عام میکنه و یا هم خارج از افغانستان کوچانده میشه باز هم هزاره ها قوم دوم در افغانستان است این اول پشتون هاست بعد از او هزاره ها اگر شما چند وقت پیش سخنرانی یکی از نماینده های پارلمان انگلیس را هم شنیده باشین اونها از هزارها من قوس من حیث قوم دوم یادآوری میکنه و انگلیس ها راجع به افغانستان و اقوام افغانستان نفوس افغانستان نسبت به همه کشورها معلوماتی بیشتر داره به خاطر که تعاملات رو بده های با افغانستان و حکام افغانستان در گذشته تا حال را داره حالا ما دا این ویدیو بر شما با صنعت ثابت می سازم که هزارها قوم بزرگ افغانستان این دومین قوم بزرگ افغانستان هست و بیشتر از سی فیصد نفوس افغانستان را هزارها تشکیل می ده. هزارها دومین قوم بزرگ افغانستان است. ملت افغانستان متشکل از اقوام زیلند. پشتون، هزاره، تاجیک، اوزبک، ترکمن، ایماق، بلوچ، نورستانی، پشهی، قرغز، گجر، قزلباش، بیات، سادات، پامیری، تاتار، عرب، براهوی، هندو و سایر اقوام عزیزی که در افغانستان زندگی می کنند هزاره ها با ایماق ها و تاتار ها از یک ایل و تبار هستند اینا اکثرا اینا کلشان از یک ایل و از یک ریشیه هستند و ایه که در قوم بندی و ساختارهای قومی ای را جدا ساخته ای همو مشکلاتی که آمده در گذشته همو است ایماق هم اگر شما بر کلمه ایماق نگاه کنین ایماق کلمه مغولی هست که کوچ... کوچی رو میگه یا کسی که بادینشین هستن اینا کوچی های اصلی افغانستان قوم ایماق هزاره هستند که اینها بادیه نشین بودن و کوچ... کوچی بودن گرچه در 20 سال گذشته اما سهمیه و امتیاز کوچی را قوم کوچی پشتون می گرفتن. در این حال که قومی اصلی کوچی ایماقها ها هستن که از نامش پیدا هست تاتارها ها هم ریشه قومی با هزاره ها دارد ازبک ها و ترکمن ها هم ریشه اگر در گذشته های دور برگردیم ریشه های نزدیکی با هزارها ها دارن امیرقم رقم پشتون قوم اکثریت در افغانستان هست اما نورستانی ها اکثریت را اگر شما در تسکریشان نگاه کنین اکثریتشان پشتون نوشته است. پشتی ها هم اکثریتشان در تسکریشان پشتون نوشته است. و ساداتی که در کنر و شرق افغانستان اکثریت زندگی میکنه اینها هم دست تذکریشان پشتون نوشته است در این حال که یک سادات بود سیدمانلا سا 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 سادات فاطمی بود یا چی در چند روز پیش یک مسایبش همه دیدم در این حال که خود ساداتی فاطمی تخلص میکنه یعنی فاطمه نسب است. یعنی اولاد پیامبر هست ریشش به عربی هاشمی برمیگرده این می آدم خود اولاد احمد شای بابا قلم داد میکرد در این حال که از نامش پیداست از, از قومش پیداست از بس که نمی آدم همونجا بحث مدید و هم بسیار بر م سخت تمام شد و هم بسیار خنده کردم که او قدر احمد شا بابا میگفت که این آدم فرزند احمد شا بابا باشد اینا سادات صرف ساداتی که اهل تشیع است در اواخر قوم خود را جدا کردن از هزاره ها دیگه سادات هایی که در کنر اکثریت زندگی میکنه در ننگرهار زیاد هست اینا تسکیره پشتون دارن اما رقم سادات هایی که در بدخشان هست در شمال افغانستان است، اینا اکثریتشان تذکره چی داره؟ تاجیک داره مثلا سادات هایی که پیروان مذهب اسماعیلیه هست در بغلان و در تخار و در بدخشان و اینا اکثریتشان در تسکریشان نوشته است تاجیک و امی رقم سادات هایی که در فاریاب و جوزجان زندگی میکنه که بسیار آدم های معروف مشهور هم هستن اینا در تسکریشان ازبک نوشته است اما سادات های هزاره که بسیار اینا توسط مردم هزاره احترام هم میشودن اما متاسفانه در دوران غنی در آخرش قوم خود را جدا کردن و غنی هم یک حکم دادن که اینا خب سادات هستن مثلا کنر بسیار معروف سید, سید جمال الدین یا صداوادی و, و اینوی گیلان خیلا و اینا کسا هستن اینا از جنوب هستن اینا همه صادات سادات هستن از قوم صادات بنان سادات هزاره یا سادات شیعه خود را سادات می دانند دیگر با مو اقوام پشتون و تاجیک و ازبک منحل شده من فکر می کنم اگر کل از ناسادات سادات باشه شاید قوم پنجم یا ششم افغانستان را تشکیل تشکل بیده. اما صرف ساداتهای شیعه خود را جدا کردن امیر رقم قوم قرغز و گجر اینا یک تعداد زیادشان تذکری پشتون دارن اما رقم که پشتی های به پشتون گرفتن این پشتی ها هم در شرق افغانستان ننگرهار، کنر، لغمان، کاپیسا بزرگترین قوم است اگر از پشتون ها کرده بیشتر نفوس نداشته باشه شاید بعد از پشتون ها همی قوم پشتی هست در شرق افغانستان منان همه این تا چیه همه بافت های قومی را که وقتی ما میبینیم و وقت ما میتونیم بگیم که کی, کی اقلیت است و کی اکثریت است بلوچ ها یک تعدادشان که در هلمند است تذکریب پشتون گرفته و یک تعداد دیگه زیادشان در هلمند و در نمروز اینجا هستند، در حیرات هستن اینا تذکریب بلوچ دارن قزلباش ها یک تعداد زیادشان هنوز هم اون خو یا تذکریشان قزلباش هست یا هم تذکری تاجیک گرفته بیات ها حاضل قیاس اما قزلباش باش بیات اکثریت مطلقشان شیعه هستند. پامیری تذکری تاجیک دارن اکثریتشان اینا تقریبا پامیری محو شده در درون تاجیک عرب ها هم اونهایی که شیعه هستند قوم عرب اینا ام اکثریتشان تسکری تاجیک گرفته و کمترشان به نام تسکری عرب داره و یک تعدادی هم که در بعضی مناطق پشتون نشین هستن اینا پشت، تسکری پشتون داره بنابراین زیادتر امی پارچه پارچگی در درونی هزارها شده که چند وقت قبل در دوران غنی حتی میخواستن این اقوام داخلی هزاره را این هر قوم بزرگ باز قبیله قبیله در دا داخلشان است مثلا پشتون ها پینجا قبیله هست بیشتر از پینجا قبیله هست هزارها را حتی میخواست این قبیله های داخلیشان شان من حیث یک قوم بشناسه امی رقم که ایماق شناخته امی که تاتار شناخته ای اگر شما تاریخ شد بسنجین این هزاری اصلی نمی مردم است. بنان با در نظر داشتی اینمی تجزیه ها و تجزیه های فیزیکی تجزیه های فرهنگی کوش دادن ها قتل عام ها باز هم هزارها قوم دوم در افغانستان است نفوذ از ها در 34 ولایت افغانستان آقای بارتول یکی از مورخین غربی قوم هزاره را من حیث پرنفوذترین قوم افغانستان یاد کرده است و گفته قبل از قرن 19 میلادی هزاره ها نزدیک افتاد فیصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دادند. همچنان یک گروه تحقیقی کمیساری عالی پناهندگان ملل متحد در یک تحقیق خود که در سال 2008 میلادی انجام داده گفته است که قوم هزاره قبل از حکومت عبدالرحمن بیشتر از 67 فیصد جمعیت افغانستان را تشکیل می دادند. اما عبدالرحمن تقریبا نیمی از این مردم را قتل عام کرده و یا هم کوجی اجباری دادن در کتاب خورشید تواریخ که در سال 1311 هجری شمسی نشر شده و نویسنده آن یک پشتون است نیز هزاره ها را من حیث قوم بزرگ یاد نموده است آقای دورانوف یکی از معقین بلاروسی نیز قوم هزاره را بزرگترین قوم افغانستان ذکر نموده است غربه ها اکثرا هزاره های اسنا عشری را غیر از هزاره های سنی و اسماعیلیه و شیعه های غیر هزاره در گزارش های خود که از سال 2001 الا 2015 میلادی ارائه کرده اند بین 15 الا 20 فیصد تخمین زده و در یک مورد از راپور انگلیس ها نفوس هزاره های شیعه 23 الا 27 فیصد تخمین زده شده است اما گروه تحقیقی ما که دیتای از نفوس هزارها و شیعای افغانستان بین سالهای 2005 الا 2018 از سراسر افغانستان جمع آوری کرده است متفاوت است که شما میبینید نفوس هزارها به اساس ولایات در 34 ولایتی فعلی افغانستان در ولایت دایکندی بالاتر از 95 فیصد هزاره هست در ولایت بامیان بالاتر از 92, 92 فیصد هزاره است. در ولایت بغلان بالاتر از 73 فیصد هزاره هست این اگر ای را ایماق ها را میساب کنیم که ایماق ها هم تقریبا 15 فیصد اینجا ایماق هم هستن وقت تقریبا یک ولایتی مثل بامیان و دایکوندی یک ولایت کاملا هزار حساب میشه افتاد 7 تنها ها هزار ها اینجا هستین بیشتر از اد ۷ ولایت غذنی بالاتر از 52فیصد، ولایت معدانوردک بالاتر از 50 صد ولایت غور بالاتر از 45 فیصد، هزار است و۴500 فیصددمیدده او برای ماق هستند این ولایت غور ولایتی ماق و هزار است و تکتوب تجکو، پشتونم داره که چلو پنج و چلو پنج فیصد ده فیصد از این تاجیک و یک تیداد کمشان هم برادرهای پشتون است خب و همچنان آثار تمدنی را در می ولایات می بینی. مثلا منا... آثار که باستانی و تمدنی غور رو ببینیم بی اینجا یک منار جامع آوردیم مثلا ولایت بودای بامیان غزنی پایتخت پای تمدنی جهان اسلام یا پایتخت فرهنگی جهان اسلام اینا در امی مناطق که هزارها زندگی میکنه اینا رو ما در بحثای گذشته مفصل تشریح دادم که هزارها بومی ترین مردم افغانستان بوده اینمی آثار تاریخی هم در امی سه ولایت پرنفوسی هزاره است بامیان، غور و غزنی همچنان بغلان هم یکی از جای هم تاریخی است و برنج بغلانی بسیار یک برنج خوب است که ما خواستم قسمتی اقتصادی را در اینجا با عکس شبیرم که برنج باره بغلانی در تمام افغانستان و حتی در منطقه قابل تعریف است همه رقم هم دایکندی بر علاوه که یک ولایت تاریخی هست اما یک ولایت زراعت پیشه که بادام در شاید هیچ نظیری نداشته باشه با امو طعم و شیرینی و شربتی که داره و ولایت میدان وردک که دریای هلمند انزی ولایت سرچشمه میگیره این یک شش تا عکس هم از شش تا ولایت خدمت شما آوردم در ولایت بلخ باستان بالاتر از 45 فیصد مردمش هزاره هستند و در ولایت بادغیس بالاتر از چل فیصد هزاره هستند و بالاتر از 20 فیصد هم ایماق هستند ایماق و هزاره تقریبا اونجا 60 فیصد تشکیل میده در ولایت سمنگان بالاتر از 40 فیصد هزاره است در اینجا هم ایماق یک تعداد کمی حضور دارند در ولایت سریپور بالاتر از 40 فیصد هزاره هستند در اینجا هم حدود های 4-5 فیصد ایماق هستند در ولایت پروان بالاتر از 35 فیصد هزار است در ولایت اروزگان بالاتر از 31 فیصد هزار هستند اروزگان در گذشته یکی از ولایاتی اصلی هزاره ها بوده که اصلا از ازارگان است ازارگان اونمو ری و زیر جای به جای میکنه از پیش از اروزگان جور میکنه امی ازارگان هم برادرهای پشتون ما صدا میکرده. اما ایره اونمو هم تغییر میتنه این مرکزی هزاره وروزگان بوده بر علاوه بامیان و اینجا که متاسفانه در دوران عبدالرحمن دای فولاد و دای چوبان همین دو دای بزرگ هزارها که در ورزگان زندگی میکرده در ماحول ورزگان از اینجا بالکل نابود میشه و کوچانده میشه و تاریخ ورزگان پر از غم و درد و غصه است ولایت کابل بیشتر از سی فیصد هزاره هستند بالاتر از سفیزات هزاره هستند و حدود 15 درصد ایماق هستند ولایت بدشان بالاتر از 28 درصد هزاره هستند ولایتی پنچیر بالاتر از 20 درصد است ولایتی تخار بالاتر از 17 درصد است و حدوداً 18 17 دیم ایماق است ولایت قندوز بالاتر از 80 درصد هستند و حدود 15 فیصد دیم ایماق هستند در اینجا. ولایت لغمان بالاتر از پانزده فیصد هزاره هست در ولایت فرا بالاتر از 15% فیصد هزاره و بالاتر از 18% فیصد ایماق هستند در اینجا هم ایماق ها زیاد است. ولایت هلمن بالاتر از پانزده فیصد هزاره است. ولایت هلمن اکثریت مردم ولایت هلمن در بلوچ ها تشکیل میده و پشتون ها و بعد از اون هزاره است ولایت نمروز بالاتر از 15% هزاره است که در اینجا اکثریت بلوچ هست و بعد از او هزاره ها و پشتون هاست ولایت قندهار بالاتر از پانزه فیصد هزاره هست ولایت ننگرهار بالاتر از پانزه فیصد هزاره هست در ولایت ننگرهار یک تعداد زیادش که هنوز خود را اولاده به میدانه ما اینا را محاسبه کردیم در این حال که تقریبا سی فیصد نفوس ولایت ننگرهار را اولاده به تشکیل میده اما خیلی کسایشان آل خدا حتی اولادی بهسود نمیگه در این حال که ما صرف سوالی بهسود را مد نظر گرفتیم ولایت لوگر بالاتر از ده فیصد هزاره هست ولایت زابول بالاتر از ده فیصد هزاره هست ولایت زابول هم مثل وروزگان یکی از ولایات هزاره بوده و جایی که از پیش هزاره ها گرفته میشه اینمی زابول است زابول اروزگان قسمت های زیادی از هلمند و قندهار اینا در دوران عبدالرحمن از دسترس هزارها خارج میشه و قسمت های زیادی از غزنی ولایت پکتیا بالاتر از ده فیصد هزار است پکتیا و خوست و پکتیکا سابق یک ولایت کلان بوده در اینجا کدام هزاره هاست اولادی جیجی خان مغول است اینا ایره چرا جاجی منگل ها. اگر شما قوم جاجی منگل بگین حال خو یک قوم دیگر هم بنام جاجی منگل میگه اصلا امو سرزمی جاجی منگل از جیجی جی خان مغول بوده جاجی بن جیجی منگلش هم مغول جاجی منگل هم زو خاطر میگه خب اینجا در طول تاریخ پیش از عبدالرحمن و در دوران عبدالرحمن و اگر شما شنیده باشین در تاریخ یکی از اقوامی که بسیار سرکوب میشه او قومی جاجی مننگل است جاجی امروزی با اولاد جیجی خانه مغک گذشته متفاوت است ولایت فاریاب بالاتر از 10 فیصد ولایت جاوزجان بالاتر از 10 فیصد ولایت کاپیسا بالاتر از 5 فیصد ولایت خوست حدودی 5 فیصد، ولایتتی پکتیا پکتیکا حدودی 5 فیصد ولایت کنرم حدودی 2 فیصد و ولایت نورستانم حدوددی 2 فیصد هزار اینا را هر کس از ما سوال داشته باشه ما باز با قریش معلوم میکنیم که در کدام قریه و سوال زندگی میکنه ما بخاطر که ای ویدیو بسیار دور و دراز و طولانی نشوه ما اما خلاصه خلاصه گفتم بر اساس اینمی آمار را که ما در طی 13-14 سال جمعوری کردیم در مجموع هزارها بیشتر از 33 فیصات 9% هزارها را تشکیل میده 33 34 تا 35 درصد. 2. هزارهای سنی اکثریت مطلقشون 95% هزارهای سنی را اگر تذکریش ببینید متاسفانه که تاجیک نشسته است. یک ظلم تاریخی بوده دی. ادارات هم دست برادران تاجیک بوده، اکثریت قدرت دست برادران پشتون، ادارات دست برادران تاجیک. حتی دمی دوران دموکراسی اینا اکثریتشان وقتی همو هویت خود را مشخص میکرد مشکل با مشکلات برمیخورد اینه هزاره های سنی که نزدیک به چهار میلیون نفوس افغانستان را تشکیل میده اینا در تذکریش تاجیک نوشته است امو رقمی که ایماق ما یک مثال را خدمت شما ارز بکنم وقتی ما کاندید ریاست جمهوری بودم میخواستم که, یعنی که یک کمیشنر از برادرای ایماق باشه من به شورای ایماق در تماس شدم که یک ایماقی که واجد شرایط باشه به ما معرفی کنین که ای باید کمیشنر شود خب این شورای ایماق سه نفر را به ما معرفی کردن و زیرشان هم تایید کردن که اینا متعلق به قوم ایماق است اما در یکشان رای هم بردن اما در تذکریش تاجیک نوشته پنج رای داشت اگر ای به ترکیب قومی می آمد خب در تذکریش اگر رای ماخ می آمد ای, ای آدم قطعا کمیش نرمش. اما به خاطری که چند تاجیک دیگر رای بلندتر داشتن ای هم تاج... در تاجیک بود بازی ای این نشد اینه ما از شورای ایماق ها خواسته بودم که برای ما ایماق معرفی بکنین اینا ایماق را معرفی کرده بودم که در تسکریشان تاجیک نوشته بود در این حاله که ایماق ها ریشه و تبارش هزاره هستن با هزاره ها نزدیک هستن از یک ریشه هستن از یک تبار هستن از یک سرنوشت تاریخی داره اما ایماق ها هم من تو احساس میکنم که 95 فیصد نفوس ایماق در تسکریش تاجیک نوشته است اما رقم که هزاره های سنی و اسماعیلی در شان تاجیک نوشته است امو رقمی که اکثریت قوم پشهی در تسکریشان پشتون نوشته است امو رقم که قوم بیات و قزلباش و حتی سادات اکثریتشان در تسکریشان تاجیک نوشته است بنان برادرای تاجیک امی کار را شاید خودشان دانسته یا نادانسته کرده باشه یا ای که خب اینجا اکثریت در حکومت بود همی کار را کرده یا یک مردم علاقه داشته به هر صورت این یک تعداد زیاد مردم هزاره در تذکریشان تاجیک نوشته است در این حالی که اگر هزاره ها واقعا اون هزاره های سنی و ایماق ها در تذکری خود هزاره بنویسه یا ایماق ایماق نوشته کنه و هزاره های سنی و اسماعیلی هزاره بنویسه برن بیشتر از 33 فیصد 34 الا 35 فیصد اینمی بعد از عبدالرحمن نمی اصری حاضر هزاره ها در افغانستان هست و پشتون قوم اول تا هزاره قوم دوم و هزاره سنی ایماق قزل باش ساداد پانگری گجر اینا اگر در تسکریشان هویتش خودشان نوشته شود باز ما شاید از لحاظ نفوس برادرای عزیز تاجک که ما نور چشم ماست اما از لحاظ نفوس امکان داره اینا در جایگاه چهارم و پنجم قرار بگیرن به هر صورت خب نشجانشان ای یکی فعال هستن ای که تلاش میکنن با یکی نفوس کم داره خود را حد اقل تانسته جای قوم دوم جا بزنه بسیار خوب است کسی که علاقمند بحث است باز ما دانه دانه برای از میتونیم معلومات بتیم که هزاره ها بحث ما روی هزاره هست که هزاره ها قوم دوم در افغانستان است. با امید یک افغانستان آباد، آزاد، مرفه و متحد این یک معلومات قومی و اتنیکی و نفوس بود باز هم خواست ما امی است که همه ما متحدانه دست به دست هم کشور خود را از چنگال اشغالگرا و از چنگال متحجرین و از چنگال تارکندشان نجات بدیم و در کنار هم کم هستیم زیاد هستیم اونمو هندو یک چند صد نفر هست هم حق داره در افغانستان پشتونی که بزرگترین قوم است که شاید 35 فیصد باشه یا بیشتر از پنج فیصد او هم یک حق داره هر کس در افغانستان در وطن خود حق داره میتانه در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی خود نقش داشته باشه میتانه رئیس جمهوری مملکت یک پشه ای باشه میتونه رئیس جمهور مملکت یک تاجک باشه میتونه یک هزاره یا پشتون یا ازبک قزل باش و یا تاتار نورستانی باشه هر کسی که بتونه به افغانستان خدمت بکنه که ما او طرحی برای حل مشکل افغانستان هم خدمت شما در سلاید در ویدیوهای قبلی مطرح کردیم که ما می دانیم با یک نظام غیر متمرکز در کنار خود هم دیگر جمع شویم و افغانستان را از این چالش و از این مشکلات نجات بدیم باز هم به امید افغانستان آزاد، آباد، مرفه و مترقی و السلام علیکم و رحمت الله و برکات